درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید به خصوص هموطنان عزیز و ارجمندمون درون کشور در رابطه با مسائلی که به خصوص در این چند مدت اخیر اتفاق افتاده و هر روز داره افسایش پیدا میکنه یعنی بحران میبایست بیشتر با شما صحبت بکنم در پیوند با اشخاصی که خودشون رو با نامهای متفاوت در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار دادند و به عنوان فرض بگیرید مشاور یا سخنگو یا طرفدار مسائلی رو مطرح کردن که من حائز اهمیت میدونم اینجا با شما صحبت بکنم و براتون توضیح بدم که چه خطراتی در راه بوده و هست چه در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی چه در رابطه با وضعیتی که میتونه بحران بیشتری رو به خصوص در کشور و همچنین در اپوزیسیون به وجود بیاره همونطور که مستحضر بودید و هستید من سالهای طولانی در رابطه با به وجود آوردن یک همبستگی در میان مردم و اپوزیسیون سعی و کوشش و تلاش انجام دادم که بیش از یک دهه از اون میگذره نزدیک به دو ده هست با سازمان همبستگی ایرانیان با آغاز سازمان همبستگی ایرانیان که به اسم United Persian Organization معرفی کردیم و همچنین ادامه اون روند در نهایت رسیدیم به جنبش فدایان ایران خب بعد از سالهای طولانی سعی و کوشش و تلاش ما تونستیم در اپوزیسیون شورایی رو به راه بندازیم با دیدگاه های متفاوت اما همبسته و در واقع پیوسته با احترام به نظریات و عقاید شخصی در رابطه با انتخاب گذشته و یا انتخاب نوع نظام آینده اما تونستیم با به وجود آوردن شورای هماهنگی رسانه های مردمی و مبارز با علم این که میدونیم هیچ کدام از کسانی که در این شورا قرار گرفتن نظرشون با شخص دیگری برابر نیست در بسیاری از اوقات باز دارم تکرار میکنم چه در رابطه با تاریخ گذشته چه در رابطه با حتی استراتژی حال و همچنین آینده اما آیا مگه میتوان افراد رو با هر شکلی در اپوزیسیون حذف کرد به معنی اینکه منظورم از هر شکل اینه که با هر اندیشه سیاسی در رابطه با گذشته و آینده بیایم بگیم آقا نه شما میتونی شما نمیتونی شما باید شما نباید خیر بلکه این همبستگی است که وقتی از همبستگی ملی میهنی صحبت میکنیم اگر به تمامیت ارزی ایران به پرچم ایران به تاریخ کشور اعتقاد داشتید و دارید به آزادی و در نهایت یک رفراندوم خب در کنار هم قرار بگیریم و کاری رو انجام بدیم خب این شکل گرفت و هفته های طولانی ماه های متفاوت از اون گذشت و من باز تکرار میکنم طرح 17 دیماه طرح جنبش فدایان ایران بود به دلایل مختلف که توضیح هم دادم و باز توضیح میدم و بعد از دو هفته سعی و تلاش من در این شورا تونستم نظریات اعضای این شورا رو جلب کنم که چه مقدار مهم هست از لحاظ استراتژیکی در این زمان باز براتون توضیح میدم به دلیل اینکه میدونم در آینده ای نچندان دور چه اتفاقاتی در راه هست چه جنگ چه مسائل متفاوت بحران اقتصادی بحران سیاسی وضعیت نابسامان مملکت از لحاظ اجتماعی سعی و کوشش خودم رو همیشه انجام دادم با درخواست های فراوان مردم که بتونم هم اپوزیسیون رو هم کسانی که مدعی هستند به خصوص در دنیای مجازی نه احزاب فقط هر کدوم از این افراد در دنیای مجازی وابسته به یک سری از احزاب بوده هستند اما بتونیم در کنار هم قرار بدیم و یک برنامه رو به عنوان خیزش همگانی و سرتاسری به وجود بیاریم خب این رو این مسئولیتش رو خودم به عهده گرفتم و باز تکرار میکنم که هفدهم دی ماه برنامه جنبش فدایان ایران بود که بعد از دو هفته سعی و کوشش مورد پذیرش بقیه افرادم قرار گرفت چون در اوایل موافق نبودند به هیچ عنوان چرا این رو عنوان میکنم به دلیل اینکه شما مردم در آینده خواهید دید من در چه زمانی در چه موقعیت هایی در چه تاریخی اعلام کردم به پا بخیزید و کشور رو توسط خیزش سرتاسری و قدرت اجتماعی پس بگیرید ما کمترین هزینه رو در این زمان میپردازیم اما اگر متوجه نشید و یا دست هایی که از طرف کشورهای استعماری و همچنین وزارت اطلاعات با نام اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن موفق بشن که شما رو متوقف بسازن تاوان هزار برابر بیشتر رو پرداخت خواهید کرد تمام این صحبت هم بر به تاریخ آینده روزهایی که بهش خواهیم رسید و شما متوجه خواهید شد همونطور که در 26 اردیبهشت خدمتتون عرض کردم قضاوت تاریخی رو به عهده خودتون میگذارم اما باز جا داره به همه عزیزانی که این تر رو پذیرفتند و همکاری کردند و امروز حملات گسترده متفاوت سایبری و غیره اینها رو تهدید میکنه ازشون سپاسگزاری بکنم که دارن ایستادگی میکنن باز دارم توضیح میدم در رابطه با بینش سیاسیشون و برداشتشون نسبت به از دوران پهلوی بگیرید و یا حتی همین دوران حال حاضر و همچنین در آینده موافق با بسیارانشون نبوده و نیستم اما هیچ زمانی به فکری نبودم که کسی باید در اپوزیسیون هست بشه دموکراسی بر پایه حذف کردن افراد نیست بلکه دموکراسی بر پایه اینه که شما بتونید نظریات مختلف رو بشنوید بدون فوش دادن بدون ناسزا گفتن و بعد از میان بهترین ها مردم انتخاب میکنند یعنی انتخاب مردم با رأی اکثریت و آرا و حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشون اگر میبینید ادعی دارن فوش و ناسزا میدن اینها به هیچ عنوان به خصوص کسانی که عکس شاهزاده رضا پهلوی رو میذارن و این مسائل توضیح دادن و توهین به بقیه میکنن این توهین هایی که داره میشه به هیچ عنوان به هیچ عنوان از طرف طرفداران واقعی شاهزاده رضا پهلوی نبوده و نیست من براتون توضیح میدم و همچنین روز گذشته ساعتهای طولانی با افراد متفاوت صحبت کردم و این مسائل توضیح دادم که ایشون باید بلافاصله بیانیه بده وظیفه تاریخی ایشون هست که بیانیه بده به دلیل اینکه این افراد خودشون رو به شاهزاده رضا پهلوی میچسبونن و به همگان توهین میکنن این نباید امروز به وجود بیاد امروز اگر جلوی این مسائل گرفته نشه در فردا در اون بحرانی که به وجود میاد این افراد اسلحه به دست میارن و بقیه رو تکه پاره میکنن به اسم شاهزاده رضا پهلوی و این داستان هم امروز میبایست است هر چه سریعتر جلوش گرفته بشه که ما میتونیم با هم در یک استراتژی موافق نباشیم هدف یکی هدف همه یکیه اما میتونیم استراتژی های متفاوت داشته باشیم کسی اجازه نداره به خاطر انتخاب راه متفاوت برای رسیدن به هدف که اونم سرنگونی حکومت اسلامی است و بعد یک دولت موقت و همچنین رفراندوم بخواد بیاد در اپوزیسیون و به کسانی دیگه توهین بکنه من این مسائل امروز باز میکنم به مقدار تا شما بیشتر آشنا بشید کجا قرار گرفتید و چه خطراتی هم حتی خود شاهزاده رضا پهلوی رو داره تهدید میکنه شاید شما امروز برای اولین بار دارید میشنوید این مسائلی رو که دارم براتون توضیح میدم چرا؟ از دیدگاه من کسانی که به عنوان مشاور یا به عنوان کسانی که بریفینگ انجام میدن و شاهزاده رو دارن با خبر میکنن از چه اتفاقاتی که در راه هست یا چگونه باید بر حرکت بکنن یا بیانیه بدن اینها افرادی هستن جزو ضعیف ترین افرادی که هستن که در بود مسائل سیاسی قرار گرفتند نظریات رو با شما در میون میذارم تا شما بیشتر متوجه بشید من چی دارم خدمتتون عرض میکنم ببینید هر کدام از شما امروز دارید میبینید با اخبار سر و کار دارید آنچه که داره اتفاق میفته بحران بیشتر در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران از لحاظ اقتصادی یعنی درون کشور و همچنین بحران بیش از اون در خارج از کشور در جهان بین الملل یعنی کشورهایی که خطر احساس کردن از افسایش نیروهای تروریستی حکومت اسلامی در یمن در لبنان و فلسطین در عراق در سوریه این کشورها به پا خواستند و دارن برابر حکومت اسلامی برابر سپاه قدس برابر حزب الله لبنان برابر جهاد اسلامی برابر فاطمیون و غیره می یا برابر حسیا. یعنی از منافع خودشون که به خطر افتاده دارن پدافند میکنن که این بار اسرائیل و از تمام کشورهای عربی در کنار اونها هستند یک پارچه شدند و ارتش بسیار قوی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ نظامی در دست داشته و دارند و این بار آمریکا بیش از پیش در کنار این هاست چرا دارم میگم مشاورینی که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار داده شدن و قرار گرفتن یعنی ایشون رو از لحاظ سیاسی و تاریخی بدون در نظر گرفتن این مسائلی که دارم توضیح میدم به خطر انداختن و کماکان این را را ادامه میدن چرا؟ برمیگردم یه سند تاریخی خدمتون ارائه میدم زمانی که عراق به ایران حمله کرد صدام حسین به ایران حمله کرد در سی و یک شهریور 1359 و 800 کیلومتر خاک ما رو بهش تجاوز کرد وارد کشور شد و هزار تانک وارد آورد دیویس و پنجا هزار نیرو یک شبه و اگر ما درست نجام بیده بودیم به طور کلی خوزستان رو از دست داده بودیم و همچنین چند استان دیگه رو به هر روی اینا رو در رابطه با جنگ ایران و عراق به صورت مفصل برای جامعه توضیح دادم اما زمانی که این اتفاق میفته شاهزاده رضا پهلوی یک درخواستی رو به حکومت اسلامی که در رأسش خمینی بوده میفرسته بر این پایین این تاریخی است بر این پایه که من حاضرم به عنوان یک خلبان و به عنوان یک سرباز برابر نیروهای عراقی و صدام حسین که به خاکمون تجاوز کردن به پا بخیزم و به عنوان یک خلبان در نیروی هوایی ایران کار خودم رو انجام بدم خب این حرکت رو اول باید باز کنیم و بعدا به بعد اون بپردازیم به این معنی که خب اگر در نظر بگیریم که حکومت و یا خمینی میپذیرفت درخواست شاهزاده رضا پهلوی رو ایشون باید میرفتن بلا فاصله ایران و هواپیمایی رو برمی و به تمام مراکزی که در عراق استراتژیک بود حمله میکردن که قاعدتا هزاران نفر هم در عراق کشته میشدند این از لحاظ تاریخی بسیار مهم هست برای شما که بدونید به چه معنی به این معنی که وقتی پای منافع ملی به وسط میاد و به میون میاد حتی شاهزاده رضا پهلوی برای حفظ تاریخ کشور هویتش و تمامیت ارزیش حاضره که با دشمن بجنگه و براش مطرح نیست که چند نفرم کشته بشند نه فقط برای ایشون برای هر سربازی که برای وطنش میجنگه از من بگیرید تا میلیون نفر که به جنگ رفتن و از آب و خاک کشور پدافند کردند با هر نامی و هر عقیده چه بسیجی چه سپاهی چه ارتش مقتدر ایران که حتی حکومت رو قبول نداشت به این معنی که ما دفاع از میهن انجام دادیم که به هیچ عنوان دفاع با نام دفاع از حکومت نبوده و نیست ولی اونها در تمام این سالها یعنی حکومت برداشتهای ابزاری انجام داده از دفاع ما از میهن اسم ما رو گذاشته حالا اگه کشتم شده بودیم به قول معروف اسم اون رو شهدا گذاشته بود و با امر به معروف و نهی از منکر تو سر به خصوص جوان ایرانی و دختران میزد که آقا ما شهید بدیم حجاب تو حفظ بکن یعنی همه چیز رو مال خود بکنن اما این رو باز تو دارم توضیح میدم و روش انفزایز میکنم که به این معنی یعنی حتی خود شاهزاده رضا پهلوی وقتی که پای منافع ملی به میون بیاد حاضری که برای کشورش بجنگه و امکان داره در این جنگ به عنوان یک خلبان هزاران نفر رو هم در عرض فرض بگیرید یک دقیقه بکشه پس این پاسخ دارم میدم به کسانی که من به خصوص در 26 اردی به ماه وقتی که من فراخانی رو اعلام کردم سر تا سری که سه سر روز قبل از انتخابات به پا بخیزید اده از این نفوزی ها بلند شدن و گفتن که شمیرانی میخواد خون را بندازه و شاهزاده با این مسئله اصلا مخالفت داره که خونی ریخته بشه در صورتی که شما میدونید از اون تاریخ تا به امروز چقدر این حکومت خون بهترین فرزندان ما رو ریخته به علاوه این که یک جامعه ای که میخواد به خواسته هاش دست پیدا بکنه قاعدتا برابر چنین اهریمنی که در کشور قرار گرفته یعنی حکومت اسلامی که این مقدار خون جامعه ای ایران و جوانان رو ریخته هزینه می باید پرداخت بکنه من که نمیتونم بیام دروغ به مردم بگم اما به این معنی نیستش که من بخوام بیام خون به راه بندازم یعنی پیچوندن صحبت ها رو دارم براتون توضیح میدم که اینا چگونی، چگونه صحبت ها رو می پیچونند به این معنی که خود شما مردم در اون کشور شاهد هستید که چگونه این حکومت شما رو سرکوب میکنه رسیدن به آزادی هزینه برمی داره نه فقط امروز شما در فردا در هر زمانی که بخواین حکومت رو به هر شکل ممکن سرنگونش بکنید جامعه هزینه هایی رو باید بپردازه هزینه های مالی هزینه های جانی به دلیل اینکه ما رو به گونه وارد این داستان کردن که هیچ راهی به غیر از خیزش میلیونی درون کشور نبوده و نیست حتی در خیزش های میلیونی که انجام بشه قاعدتا کم و زیاد داره حالا بستگی داره به اینکه چه بحرانی رو ما واردش بشیم اما نمیتوان دروغ به جامعه گفت و بگیم آقا هیچی یک نفرم کشته نمیشه و آبم آسیاب نمیشه. شما فقط افراد عوض میشن اینا میگن قربونتون برم خدا حافظ پس ما میریم پولا رو برمیداریم میبریم شما بیاین بشینید بر تخت خیر این گونه نبوده و نیست مردم ایران میدونن که کشورشون اشغال شده امروز اگه دیروز نمیدونستن امروز میدونن مردم ایران میدونن که تمام این جنایتکاران مثل در واقع یک زمانی بود گفتن علی بابا و چهل دوز بغداد اینا اصلا یه چهل بنویسید یه ده تا صفر جلوش بگذارید این افراد این مقدار در ایران و سایر کشورها دوز هستن و هر آنچه که متعلق به جامعه ایرانی بوده رو دارن به صورت مشخص خارج میکنن یعنی تا آخرین ریال و پنی که در ایران وجود داره اینا دارن میفروشن از آب و خاک و هر آنچه که شما بگید نفت و گاز و دستاوردهای جامعه ایرانی پس جامعه ایرانی بهتر از هر کسی میدونه کجا قرار گرفته جامعه که میخواد بیاد حق خودش رو طلب بکنه پولی که در بانک قرار داده و میخواد بیاد فریاد بزنه رو میگیرن میبرن شکنجش میکنن و بهترین کارگران ایرانی که اومدن گفتن آقا حقوقمون رو بدید میان میگیرن دندوناشون رو میشکنن به بدترین وقت شکنجهشون میکنن به بیمارستان میفرسن پول بیمارستان هم خود این خانواده ها باید بدند در این سطح شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید کشور ما اشغال نشده؟ کسانی که این خط رو به مردم میدن بدونید خیرخواه مردم نبوده و نیستند دقیقا این ای میمونه که صدام حسین رو میذاشیم وارد کشور بشه و بعد میگفتیم صدام حسین رو با اصلاحات میشه از ایران برون, برون کرد بیرون نمود همچین چیزی در ذهن هیچ کس نمیتونه بگنجه اما اینا جاش دادند چهل سال اومدن میگن حالا سب کنید حالا سب کنید حتی خمینی مرد و بعد آغاز کردن داستان اصلاحات و خاتمی و غیره یعنی صدام حسین به پیروزی رسیده ما میخوام با اصلاحات صدام حسین رو از کشورمون بیرون بکنیم همچین چیزی ممکنه و حتی اگر ممکن باشه اصلاح اون جنایتی که صدام حسین آغاز به کار کرد که به معنی پاکسازی نیست یعنی به این معنی که اجازه بدیم بمونن اجازه بدیم تجاوزشون رو نصف کار نیمه کار انجام بدند و بعد باهاشون به خاطر اینکه ما اهل خشونت نیستیم مدارا کنیم با صدام حسین مدارا میکردیم این دقیقا چنین تصویری رو میتونه به شما نشون بده و برسونه که من چی دارم میگم کشور ما اشغال شده عزیزانم کشور ما اشغال شده است چهل سال توسط این افراد که ایرانی نبوده و نیستن اشغال شده و باید بجنگیم برای پسگیری کشور با چنگ و دندون منتها از عقل و شعور و درایت باید استفاده بکنیم وقتی که من میام سه سال آموزش به شما میدم در کنار هم قرارتون میدم به این معناست که از حرکت های انفرادی عبور بکنید همدیگر رو سازماندهی بکنید برای یک خیزش عمومی و هر چند وقت یک بار این فراخوان ها رو به شما دادم و بعد از اینم خواهم داد متو... مطمئن باشید مطمئن باشید دست بردار نیستم به دلیل اینکه من این اطلاعات رو به شما میدم سازماندهیتون میکنم که بتونید در یک روز همزمان با هم سر تا سر کشور به پا بخیزید و به خصوص شهرهای بزرگ که میبایست به تصرف شما در بیاد و هیچ عبای هم ندارم که کی در اپوزیسیون چه فکری میکنه چگونه میاندیشه بلکه بیشتر از هر کسی دقیقا میدونم ایران در چه وضعیتی و کشورهای خارجی کجا قرار گرفتند برای به اثبات رسوندن مستنداتم به شما براتون میگردونم به تاریخ ببینید من در چه زمانی چه مسائلی رو عنوان کردم که امروز شما دارید می بینید و دارید میشنوید سه سال پیش دو سال و اندی پیش براتون توضیح دادم ده سال پیش براتون عنوان کردم 15 سال پیش برید همینطور عقب آنچه را که شما دارید میبینید به دلیل متوقف کردن مردم در خیزش های عمومی و پسگیری کشورشون بوده که به عناوین مختلف اومدن در اپوزیسیون وارد شدن و مردم رو متوقف کردن یا معیوس از اینکه آقا خب در نهایت نمیتونیم به پیروزی برسیم چهل سال اینا همینو دارن میگن حکومت فردا میره حکومت پس فردا میره این صحبت‌ها رو فکر می‌کنم شما همه جا شنیدید هم همگان میدونن وقتی راجب به حکومت صحبت میکنی که آقا همه میپرسن کی میخواد بره و جوابی میدی میگن آقا چهل ساله دارن همین رو میگن از همینو می. اول هم همین رو گفتن و من در رابطه با این ساعت های طولانی با شما صحبت کردم که چه مقدار این جواب انحرافی بوده و هست اما مسئله دیگه ای رو که میخوام بر... براتون توضیح بدم در رابطه با به خصوص کسانی که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفتن امروز با نام فرشگرد خب من ساعت‌های طولانی نه فقط دیروز بلکه در تمام این روزها به خصوص وقتی که از ساعت اولی که ما این فراخان رو در شورای هماهنگی رسانه های مردمی و مبارز اعلام کردیم انجام شد بلا فاصله گروهی با نام فرشگرد اومدن و مخالفت های گسترده انجام دادن روی شبکه اینترنت وقتی رفتن به دنبال حقیقتا این داستان که چرا یک ای که خودشون رو اپوزیسیون میدونن و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی مینامند و از جانب ایشون بسیار از مطالبم عنوان میکنن که همین چاق و کش ها و همین لات ها و همین اوباشی که حکومت با نام طرفداران شاهزاده رضا پهلوی وارد اپوزیسیون آورده دهنهاشون رو باز بکنن بخوان به همه توهین بکنن بپرن و بخوان جو و خراب بسازن خب راجبه این رفتم تحقیق کردم ساعت های طولانی با افراد متفاوت صحبت کردم به این نتیجه رسیدم این نتیجه رو خدمتتون عرض میکنم این افراد که وابستگان مستقیم همین حاکمیت درون کشور بوده و هستند چرا که اسناد غیر قابل انکار اومده از طرف این افراد که تا همین شش ماه پیش یک سال پیش خانواده هاشون خودشون در کنار حکومت بودن اما به یک باره میان و طرفدار سلطنت و یا شاهزاده رضا پهلوی به قول معروف میشن چگونه است خب این باعث تعجب بوده و هست این افراد اومدن که شاهزاده رو متقاعد بسازن از اینکه آقا شما با اپوزیسیون برانداز و اپوزیسیون کلاسیک و یا به نوعی بچه های جوانی که چه در جنبش فدایان ایران چه گروه های متفاوت دارن میان حکومت رو سرنگون بکنن همکاری نکنید ما اون جریان اصلاحات رو توسط فرض بگیرید شما و جریانی که خودمون میدونیم جایگزین میکنیم در اون کشور که با کمترین هزینه روبرو رو بشه خب از اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی فرد دموکراتی بوده و هست خیلی انسان دوسته و عشق به مملکت داشته و داره همیشه نگاه میکنه ببینه کدوم گزینه میتونه کمترین هزینه رو برای جامعه داشته باشه اما من دارم خدمتتون عرض میکنم که این گزینه میتونه بیشترین هزینه رو داشته باشه چرا به که این افرادی که در کنارشون ایشون قرار داده شدن افرادی هستند که خانواده هاشون دارای سروت های شدند در کشور حالا اگه خانواده هاشون نباشن در واقع فرستادگان افرادی هستند که از حضور حکومت اسلامی دارای میلیون ها دلار و میلیارد ها شدن تومان تومن در اون کشور گشتند و اینها به خاطر اینکه نمیخوان این ثروت از دست بره افرادی رو توسط بنیاد علوی که یکی از سازمانهای میتونم بگم مخوف و مافیایی در آمریکا و سایر کشورهای جهان است که شعبه متفاوت داشته و داره تغذیه میشن نه فکر کنید در همین یکی دو سال خیر چهل ساله که اینها از طرف بنیاد پهلوی که یک بنیاد میتونم بگم مذهبی بود غیر انتفاعی اینها روابط بسیار آشکار و دوستانه حتی از دوران پهلوی به بعد داشتن این کسانی که آخوند و آخونزاده بودند در این بنیاد دست بالایی داشتن و بعد ثروتی که الان این بنیاد داره افسانه که متعلق به ملت ایران اما این ثروت در کل این چهل سال به کسانی داده شده که اینا رو حتی به دانشگاه های برتر جهان فرستاده از استنفورد بگیرید یو سی بگیرید یو بگیرید هاروارد بگیرید تا سر تا سر جهان اینها توسط بنیاد علوی که حمایت کننده صدها هزار دلار به این افراد بوده که برید تحصیل بکنید بشید پروفسور دانشگاه بشید فلان بشید ریسرچر و بعد بیاید لابی بکنید ما رو در 20 سال آینده 25 سال آینده 30 سال آینده 40 سال آینده بتونیم این استفاده ابزاری از افراد بکنیم این رو هم اینجا داشته باشید خب این افراد اومدن وارد اپوزیسیون شدن برای اینکه به اسم پرداخت کمترین هزینه اون چیزی که اصلاحات درون کشور بود دیگه به هیچ عنوان مردم میان شعار میدن که نه اینوری کار میکنه نه اونوری دیگه همه اینها دروغه ما فهمیدیم شما چه کسانی هستن طرح دیگری بدن برای مجددا موندن این افراد درون کشور با داشتن چنان سرمایه هایی و پرداخت کمترین هزینه و این گونه بیان کرد اگه راه دیگه ای باشه هزینه بیشتر خواهد بود خب این دیگه تصمیم شاهزاده بوده و هست که چه برداشتی از یا چه تصمیمی از این چنین پیشنهادا و یا تهدیدات حتی میتونم بکنم داشته باشه و گرفته باشه اون رو میذاریم به حساب تاریخی اما چه چیزی رو دارم خدمتتون ارز میکنم چرا این مسئله ها رو براتون زدم اینجای داستان بسیار جالب است که شما بدونید که در آینده وقتی که میگم آید آینده نگر باشید کسانی که در کنار شاهزاده قرار میگیرن باید جز تهوریسیان های مسائل سیاسی و تاریخی باشن که بتونن استراتژی درستی رو پیاده بکنن که فقط در جهت منافع مردم باشه نه یک اده آخوند و چاخون و یا دزدانی که سرمایه های کشور ما رو بالا کشیدند اینجاست وقتی که خبرها رو بالا پایین میکنید تنش‌هایی که میانه تروریست های حکومت اسلامی فرستاده شدنشون از سپاه قدس بگیرید و غیره اسرائیل میبینید هر روز خدمتتون عرض کردم سپاه قدس رو نابود خواهد ساخت در سوریه و این کار رو داره انجام میده این تنشها بالا بگیره شما دیدید که جان بولتون اومده و طرح دفاع و یا حرکت های نظامی رو به روی میز آمریکا قرار داده یعنی اینها شوخی ندارند این رو دارم خدمتتون عرض میکنم در آینده ای نچندان دور اصلا فرض بگیرید خیزش های خیابانی به کنار بره مردم نتونن موفق بشن یا گول همین افراد رو بخورن که آقا امروز وقتش نیست امروز وقتش نیست این امروز وقتش نیست خب منو به این نتیجه رسون گفتم آقا مگه میشه ما تمام اپوزیسیون رو هم قرار دادیم افراد دیگه هم دارن اضافه میشن به این نتیجه رسیدن که آقا اعتقادات سیاسی تو بذار کنار به عنوان یک سرباز بیا کنار بغلی قرار بگی اگه اعتقاد به دموکراسی و یک رفراندوم داری هر چه که برداشت داری نسبت به گذشته و آینده مال خودت امروز کنار هم قرار بگیریم همه رو در کنار هم قرار دادیم یک دفعه میان شروع میکنن حمله که آقا امروز وقتش نیست این امروز وقتش نیست من رو به فکر فرو برد چرا اینا میگن امروز وقتش نیست چه چیزی قرار اتفاق بیفته چگونه قرار این حکومت رو ببرن چه و چرا این افراد به یک باره این مقدار داغدار ملت گشتند چهل سال چهل سال نه اینکه حالا بگیم همیشه من رو خدمتتون عرض کردم هر فردی که در حکومت اسلامی و اشغالگر و شیطانی بوده از همین ثانیه میتونه نظرش عوض بشه و مردم به پیونده اما این خیلی فرق داره که شما نه اینکه این کار رو انجام بدید بعد بیاید صاحب اپوزیسیون هم بشید و به بقیه بگید باید بیاین حرف منو گوش بدید و الا من <تصفح> با داشتن شاهزاده رضا پهلوی کنارم همتون رو ترور میکنم این دقیقا کاریه که همین گروه فرشگرد تا به امروز انجام داده به صورت مشخص میتونم براتون توضیح بدم و خدمت همگان عرض کردم من کسی نیستم که کوتاه بیام و کسی بتونه منو کنار بگذاره تنها فقط با ترور اه... که اینها میتونن موفق بشن و اونم موفق نخواهن چون چون آثاری از خودم بر جای گذاشتم آثاری از خودم بر جای گذاشتم که حتی بعد از رفتن من شما خواهید دید فدایان ایران از جنبش تبدیل به حزب و افرادی هستند درون کشور که اینها ایستادن و کشور رو پارلمانی میکنند این ترورهایی که داره انجام میشه این خشونت آشکاری که توسط یک لات و چاقوکش داره انجام میشه که هیچ چیزی از مردانگی به ارث نبردن دقیقا کارهای این افرادی که بتونن اپوزیسیون رو خفه بکنن دردم که بگن آقا امروز وقتش نیست از این مردمی که خون جلو رو گرفته همه چیزشون نابود شده و دارن جای جای کشور به پا میخیزند چرا نخواهیم یک بار حرکت بکنن مگه میشه هر روز خودکشی هر روز جنایت هر روز زندانی هر روز تجاوز به کارگر هر روز تجاوز به دختر ایرانی هر روز کشته شدن دانشجویان که به اسم مشتری با اونها حساب میکنن آخه مگه میشه وقتش پس چهل سال گذشت چهل سال هنوز وقتش نیست و میرسی به این نتیجه که دارم خدمتون عرض میکنم اینا آمدند که محافظت بکنن از میلیاردها تومن و دلاری که افراد وابسته به اینها در بنیاد علوی امروز و همچنین در بانک ها در سرتاسر سر کشور داشته و دارند اونتا به اسم اپوزیسیون به یک باره داغدار ملت ایران گشتند این رو براتون دارم توضیح میدم که اینا چه نقشه های می میکشیدند که بتونن حتی به قول معروف خود شاهزاده رو هم آچماس بکنن چگونه؟ براتون توضیح میدم با وضعیت حال حاضری که در کشور ما وجود داشته و داره اگر اگر اسرائیل و آمریکا با پشتیبانی اقتصادی عربستان سعودی و 49 کشوری که متحد شدن و کشورهای اسلامی نام برده میشن که واقعا قدرت به خصوص اقتصادی فراوانی دارند به کشور ما حمله بکنند چه اتفاقی میفته موازه استراتژیکی کشور ما رو که اینها از موشک ها میخوان استفاده بکنن یعنی حکومت اسلامی و غیره چه اتفاقی میفته در اون زمان این سوال پیش میاد خب مردم در بحران بیشتری قرار میگیرن فرض رو بر این میگذاریم که آمریکا و اسرائیل همزمان منافع مواضع حکومت اسلامی رو مثل سپاه قدس و غیره رو در کشورهای متفاوت همزمان بزنه و همزمان موازه استراتژیکی کشور ما رو هم مورد هدف قرار بده تا الان که در اون کشورها داشتن انجام میدادن خب مردم میگن نگاه میکنن نظاره گرن ولی وقتی کشور خودمون مورد هدف قرار گرفته میشه چه اتفاقی میفته براتون خیلی جالبه اینو توضیح بدم چرا من در رابطه با جنگ ایران عراق با شما صحبت کردم چرا در رابطه با درخواستی که شاهزاده رضا پهلوی به خمینی در اون زمان داشت فرستاده شد صحبت کردم و به میان این سند تاریخی است بارها هم شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با این صحبت کرده درخواست خودش از حکومت اینجاست شاه کلید داستان اینجاست وقتی میگم اینها نقشه کشیدند برای نابودی حتی شاهزاده رضا پهلوی که در هر قسمتش براشون برد برد باشه اینا این چنین فکر کردن که اگر موفق بشن نظر شاهزاده رضا پهلوی رو کنار خودشون داشته باشن و به گونه ای این حرکت به اسم میدان میلیونی که اصلا اینا این آقایون این میدان میلیونی 26 اردی بهش چیکار میکردند این میدان میلیونی مال 26 اردی بهش بود که اینا بالا کشیدن به اسم میدان میلیونی و اون برنامه فتح تهرانی که من داشتم سه روز قبل از انتخابات اینها همه مخالف بودن و همگان رفتن تشویق کردن که به روحانی هم رأی بدید برید به روحانی رأی بدید حالا امروز اومدن تو اپوزیسیون در کمتر از دو سال خب اگر اشتباه کرده بودن مثل مردم عادی میگفتن بله ما اشتباه کردیم مثل ما... و نمیان صاحب اپوزیسیون بشند چه اتفاقی افتاده اینجا خب وقتی این حرکت جنگ آغاز به کار بکنه چه چیزی در سر مردم هست مردم خواهن خواست از اپوزیسیون که واکنش نشون بده چون در این مقدار بدبخت گشتند وقتی که جنگ آغاز میشه اصلا بدبختی هزار برابر میگرده مطمئن باشید چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی و سیاسی همه چی بحرانش هزار برابر بالاتر میره واکنشی که روی شاهزاده رضا پهلوی اینها میان انجام بدن و مانو بدن یا قرار بدن چگونه است؟ سوالی مطرح میکنن در همون زمان شاهزاده تشریف بیارید اینجا در این مصاحبه شرکت بکنید موازه شما امروز برای پدافند از کشور چیه؟ شما در کدام قسمت ایستادید؟ در قسمت آمریکا و اسرائیل با پشتیبانی از اونها که به کشور ما حمله کردن یا در بخشی شما مجددن اون نامه رو به حکومت میفرستید اون بار به خمینی فرستادید این بار به خامنه ای که من حاضرم به عنوان یک خلبان کنار شما قرار بگیرم و میخواید با آمریکا بجنگید میخواید به اسرائیل حمله بکنید تلاوی با بزنید یا میخواین به واشنگتن حمله بکنید شما جای شاهزاده رضا پهلوی باشید چه جوابی میدی چه اکسل عملی از خودت نشون میدی ببینید مسائلی رو که من دارم عنوان میکنم مثل افرادی نیستش که بیان فرض بگیرید قول بارها خدمتتون عرض کردم یک برنامه ساز یا یک خبرشور اینا که فقط خبر تسلیت و نمیدونم اینجا این مقدار مردن و اون کارگرا رو گرفتن و آقا بیانیه این تفلیا رو پخش بکنیم فقط در رابطه با کارگر صحبت بکنیم فقط در رابطه با حقوق زن خیر من این مسائل رو سالها برای مردم توضیح دادم ولی به دنبال درمان کارم نه به دنبال پخش درد نه به دنبال پخش درد به هیچ عنوان پخش درد در طول تمام این سالها بوده و بیش از یک اندازه وقتی که انجام میشه بیش از اونش دیگه زیانباره یعنی شما دارید مردم رو معتاد میکنید به شنیدن خبر بعد و هیچ عکس نمیتونید از خودتون نشون بدید به این معنی که اصلا شما اپوزیسیون نیستید وقتی صحبت میکنیم میگن آقا اپوزیسیون وجود نداره خیر داره میخوان خفش کنن دست های پنهان آمدن با سرمایه های میلیارد دلاری از آمریکا و کشورهای دیگه که واسطه های متفاوت داشتند میخوان خفش بکنند فکر نکنید رسانه هایی که در لس آنجلس هست روی پای خودشون ایستادن خیر خیر فکر نکنید برنامه سازانی که در طول تمام این سالها ایستادن روی پای خودشون ایستادن خیر توسط همین بنیاد علوی توسط افراد وابسته به اینها پولهای کلان دریافت کردند که مجددا پخش خبرهای بعد و افراد سرشناس برنامه سازان که در موقع مشخص بتونن جلوی چنین حرکتهایی رو بگیرن یا خفش بکنن در نطفه و این چنین واد آقا مملکت حالا شاهزاده هستش حالا ایکس هست شما چیکار میخواین بکنید و این برنامه که دارم خدمتتون عرض میکنم مردم بیدار باشید هموطنانم از خواب خرگوشی به پا بخیزید کشور ما از هر طرفی داره تهدید میشه و اگر شما مردم و شما ملت این صدا رو نخواهید بشنوید جدی نگیرید و یا شنیده نشه بدترین سرنوشت در انتظار شما خواهد بود توسط افرادی که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرارش دادند و همچنین حکومت شیطانی و اشغالگر تنها چیزی که خدمتتون ارز میکنم میتونه این جامعه و این کشور رو نجات بده بارها خدمتتون ارز کردم فدایان ایران هستند که به بدون در نظر گرفتن انتخاب نوع حکومت آینده عمل کردن و میکنند بدون جپگیری گیری عمل میکنن به عنوان یک سرباز عمل میکنن نه دودور دودور جاویچا و پادشاهی دارن نه دودور دودور مصدق و جمهوری و نمیدونم کمونیست و ایکس بلکه هر کدام از افرادی که جاسازی شدن در این اپوزیسیون که بعد از چهل سال وقتی باهاشون صحبت میکنی خودشونو میبخشید به نفهمی میزنند به این معنیه که آقا شما نمیخوای متوجه بشی من چی دارم بهت میگم شما اصلا برات مطرح نیست منافع کشور اگه منافع کشور برات مهم بود اگه تاریخ سیاسی رو خونده بودی اگر تاریخ کشورت رو مطالعه کرده بودی اگر مسائل امروز جهان رو مورد بررسی قرار داده بودی امروز نمی اومدی به عنوان یک خونسا از کنار تمام اینها رد بشی و من دردم اینجاست که دارم فریاد میزنم انگاری یا پنداری که فریادم زیر آبه تونستم در طول تمام این سالها اپوزیسیونی که پراکنده بوده رو کنار هم قرار بدم و ازشون بخوام که دست از پرداختن به یکدیگر بردارید ما میخوام به یک رفراندوم برسیم جنگی نیست امروز برای انتخاب نوع حکومت آینده و هر کس که امروز این کار رو میکنه دشمن این ملت در نقاب های متفاوت و مردمی ناآگاه رو که از احساسات ملی اینها استفاده بکنه در این زمان و دارم با خبرتون میسازم از روزهایی که در پیش با سکرار میکنم این افرادی که خودشون رو به شاهزاده رضا پهلوی و عناوین مختلف و دستهای پنهان نزدیک ساختن و کردن که از جانب ایشون بسیاری از مطالب داره گفته میشه اگر آمریکا به ایران حمله کرد اسرائیل به ایران حمله کرد تدبیرتون چیست پاسخ کوتاه مختصر بدید چرا مردم رو یه لنگ پا روی هوا نگه میدارید؟ هم امروز این پاسخ رو من شخصا از شاهزاده رضا می اگر آمریکا به ایران حمله کرد در خلیج فارس و همچنین مواضع استراتژیکی ما رو هدف قرار داد و همزمان با اون اسرائیل مواضع شما چه خواهد بود آیا شما به پا خواهید خواست و از حکومت درخواست هواپیما خواهید کرد و به عنوان یک سرباز ارتش به موازه اسرائیل و آمریکا حمله خواهید کرد خب این روزگاری که امروز به سمت جلو داره پیش میره که شما دارید میبینید اینا گفته های من نیست جان بولتون برید ببینید امروز چی گفته چه پیشنهاداتی داده و چه درخواستی داشته برید ببینید پنتاگون کجا قرار گرفته برید ببینید که عربستان سعودی اسرائیل چه کار دارن انجام میدن برای حفظ منافع خودشون و کشور خودشون و حاکمیت خودشون ما رو در یک منجلاب و مرداب و نمیدونم باطلاقی قرار دادن که هر چقدر من شمیرانی فریاد میزنم انگاری پنداری همه خوابن و این مسائل جدی است این مسائل هویتی است این مسائل که ما رو نابود خواهد ساخت اگر شما مردم متوجه صحبت های من نشید و اگر گول رسانه های رنگی و و میلیارد دلاری رو بخورید اگر ما در طول تاریخ قهرمان از دست دادیم اگر کشور ما به امیر کبیر کشی معروف شده به خاطر نادیده گرفتن شما مردم بوده و هست که در زمان حضور بهترین قهرمانان کشورتون از رستم های فرقصاد بگیرید تا ابو مسلم و بابک خورمدین و یعقوب لیس صفواری و نادرشاه و رضاشاه و ما بگیرید بیا جلو به خاطر نادیده گرفتن واقعیات و ترس بیش از حد شما بوده که از مرگ ترسیدید ترسی و مرگ رو برای خودتون خواستید چرا که اون کسی که دلاور نباشه اون کسی که چه از لحاظ شعور چه از لحاظ دانش چه از لحاظ اقتدار رو پای خودش نتونه بیسته محکوم به مرگ خواهد بود در جهان امروز به خاطر داشتن ثروت ما نه فقط امروز دیروز به خاطر داشتن ثروت جامعه ای ایرانی دست های استعماری و استثماری از سر شما برداشته نخواهد شد مگر اینکه شما مردم از منافع ملی خودتون پشتیبانی بکنید از منافع ملی و تاریخی کشور خودتون پدافند بکنید بدون در نظر گرفتن اینکه چه مذهبی دارید بدون در نظر گرفتن اینکه چه نوع نگرش سیاسی دارید چرا که داشتن نه مذهب نه نوع نگرش سیاسی که جمهوری هستید یا سلطنت یا پادشاهی یا ایکس و شکم کارگر گرسنه کف خیابون رو سیر میکنه بلکه شما با تدابیر درست سیاسی و یا ساختاری از یک پای ساختاری از یک جامعه مدنی با شنیدن تمام نگرش ها میتونید کشور ایران رو نجات بدید و مردم رو دست به دست هم بدید و ما کشور رو آزاد بسازیم امیدوارم گرفته باشید چی میگم امیدوارم متوجه شده باشید من کی هستم و چه چیزی رو دارم به شما انتقال میدم ساده تر از این آشکارتر از این واضحتر از این نمیتونم براتون دیگه توضیح بدم اگر فکر میکنید که من باید بیام اینجا نام ببرم و یا نمیدونم مثل افرادی که سعی کردند در طول تمام این سال ها به خصوص این سه سال اخیر که شمشیرم رو برای نابود سازی حکومت اسلامی از رو بستم و مردم رو تجهیز کردم و هم بسته درون مرز و همچنین برون مرز باید بیام اینجا نمیدونم نام ببرم فوش بدم ایکس و ایگرگو خیر همچین کاری نخواهم کرد به خاطر اینکه اعتقاد داشته و دارم این زمانی رو که مادرش هستیم ازش عبور خواهیم کرد قدیما یک مثال داشتن میگفتن روسیایی به زغال میمونه من آنچه را که بتونم و توانستم رو انجام دادم هیچ چیزی رو دریق نکردم هیچ منتی هم سر شما نداشته و ندارم بلکه دارم وظیفم رو در قبال بچه های نسل سوخته مردمی ثروتمند ولی فقیر نگه داشته شده پرداخت میکنم من عاشق کشورم بوده و هستم فارغ از هر زنده باد و مرده باد خاک کشورم هویتش تاریخش فرهنگش سرمایش چیزیه که دارم براش میجنگم بدون در نظر گرفتن قدرت در آینده که بخوام آقا من به چه ریاستی برسم خیر اصلا این چیزها در فکرم نبوده و نیست بلکه کشورم رو میخوام پارلمانی بکنم که قدرت دست مردم باشه و باز تکرار میکنم همیشه به یاد داشته باشید کسانی که شعارهای متفاوت رو تو دهنتون میگذارن برای انتخاب نوع رژیم آینده این سؤال رو از شما میپرسم که آیا این شعار شما امروز مردم رو آزاد خواهد کرد آیا فکر میکنی با شعار دادن فقط تنها نگرش سیاسی خودت و یا حزب خودت به آزادی ایران دست پیدا میکنی اگر این گونه بود که چهل سال گذشته چرا نشده پس باید متحد بشیم باید هم بسته بشیم باید به این درک برسیم که اگر دست به دست هم ندیم ایران نابود خواهد شد مردمش هم نابود خواهند شد میلیون ها نفر از بین خواهند رفت و بعد اون زمان یادتون میفته که وقتی شمیرانی گفت بیاین تو خیابون دست به دست هم بدیم درسته که هزینه پرداخت میکنیم اما این هزینه به گونه ای نیست که اصلا برابری داشته باشه با جنگ با قحطی با بدبختی با خودکشی با اعتیاد با ایدز با نارسایی هایی که این حکومت هر روز و هر روز داره به وجود میاره و جای تعجب داره بهترین فرزندان در اتوبوس در دانشگاه میمیرند این خونه خون نیست بهترین کارگران خودشون رو میکشن به خاطر اینکه شرمنده زن و بچهشون هستن وقتی که جلوی راننده رو میگیرن در تریلی و میان بهش جریمه میدن از ماشین پیاده میشه و خودکشی میکنه این خون خون نیست ولی اگه شمیرانی مردم رو دعوت بکنه به پسگیری کشور میخواد خون را بندازه عجیب است این استدلال ها بسیار عجیبه و در هیچ کجای جهان نیست اگر این سوال ها همیشه براتون مطرح بوده که آقا چرا تونس تونس ولی ما نتونستیم دقیقا اینجاست به خاطر اینکه اونا ثروت ندارن و ما داریم و به دلیل داشتن این ثروت که اکثرا و غالبا با کسانی هست که با حکومت همکاری کردن درون و برون مرز و ثروت های افسانه ملت ایران در بانک های اروپایی و آمریکایی و ساری کشورهای جهان هست اینا نمیخواند که یک کسی مثل شمیرانی بتونه مردم رو کنار هم جمع بکنه به دلیل اینکه نمیتونن دستی بر اون ثروت دیگه داشته باشن ما مماشاتی با کسی نداشتیم و نداریم ولی افرادی که جایگزین کردن اینها میان که منافع خودشون رو و خانواده هاشون رو و وابستگانشون رو و میتونم بگم صاحبانشون رو در نظر گرفتن که به اسم اپوزیسیون سوار بر این ملتشن میگن به قول معروف کار را که کرد آن که تمام کرد این آمدن که این همه زحمتی رو که اپوزیسیون ها در طول تمام این سالها کشتن که بسیارانشون اصلا دیگه در میان ما نیستند و جامعه به اینجا رسیده به این نتایج دست پیدا کرد که باید بلنگشه شه اصلاح, اصول، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا این معنی داره جمهوری خواه میاد تو خیابون میگه جمهوری ایرانی رضا شاه روحت شاد معنی داره طرفدار کورش میاد میگه رضا معنی داره اون عرب خوزستانی که میاد در آرامگاه کورش بزرگ میگه من فرزند کوروشم معنی داره اون ترک اون آذری اون فارس اون بلوچ اون گیلانی اون مازندرانی اون هرمزگانی اون لورستانی هر کدام از عزیزان در سر تا سر کشور اون کرمانشاهی وقتی میاد و میگه من فرزند کوروشم اینو معنی داره یعنی اون جامعه اون جماعت اون مردم فهمیدند که به قول معروف دنیا دست کیست دستشون بسته است احتیاج به دستهای قویتری به خصوص در خارج از کشور دارند که من دستشون رو سال هاست گرفتم و سخنگوی اونها بوده و هستم از همین رو هستش که بسیارانی تاول میزنن وقتی اسم فرمانده رو میشنون اینا حقیقتا دارن سکته میکنن که جامعه تونسته یک نفر رو به عنوان فرمانده قبول بکنه کل جامعه رو حالا نمیگم باور داشته باشید اگر صدام به کل جامعه میرسید قبول میکردن چرا؟ به خاطر اینکه حرفی رو میزنم که منافع اوناست حرفی رو میزنم که در دل اونهاست خواسته ای رو دارم که عشقیه که در دل اونهاست چرا اونها دارن تاوان میدن اونها زندگیشون در خطر افتاده نه این افرادی که در خارج از کشور نشستن و شعارهای متفاوت رو در دهان شما قرار میدن از تک تک شما بسیار سپاسگزارم که به این صحبت ها گوش دادید و این سخنان در تاریخ باقی خواهد ماند مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد